رویتر درباره جلسه روز جمعه کمیسیون برجام و گفتگوهای انگلستان، چین، فرانسه، آلمان و روسیه با رژیم آخوندی در وین گزارش داد. در حالی که انتظار می رود گفتگوها صرفاً متمرکز توافق اتمی باشد، همزمان اظهارات تند و فضاینده ای از جانب دولت ترامپ مطرح می شود که استدلال می کند رژیم ایران یک تهدید جدی امنیتی است. رویتر افسود، یک دیپلمات رژیم ایران مستقر در اتریش در میان چهار نفری قرار دارد که به علت مزنون بودنشان در اقدام به توطعه برای حمله علیه یک گروه اپوزیسیون در فرانسه در هفته گذشته دستگیر شدند. این موضوع می تواند باعث ممانعت از تمرکز در گفتگوهای ویان شود. به گزارش خبرنگار والستری جورنال جلسه کمیسیون مشترک برجام در ویان در روز جمعه بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. وی بعد از پایان این جلسه طی پیامی نوشت تقریبا هیچ چیز جدیدی در بیانیه کمیسیون مشترک در باره برجام وجود ندارد. جزئیات صفر، وعده های بیشتر، بدون دستاورد قاطع برای خرید زمان. جلسه وین به ریاست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با شرکت کشورهای انگلستان، چین، فرانسه، آلمان و روسیه و همچنین جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی تشکیل شد. بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان در نشست وین شرکت نکرد و آلیستر برد معاون او ریاست هیئت انگلستان را بر عهده داشت. موگرینی پس از پایان جلسه بیانیه‌ای را بدون حضور جواد ظریف قرائت کرد و از جمله گفت طرفین توافق کردن مذاکرات از جمله درباره مسائل اقتصادی ادامه یابد و همه طرف ها به دنبال راههایی برای نجات توافق هستند و در صورت نیاز جلسات دیگری در سطح وزیران خارجه خواهند داشت رویترز گزارش داد موگرنی پس از قرائت بیانیه به هیچ سالی پاسخ نداد و محل مذاکرات را ترک کرد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم پس از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک برجام با تکرار زمینی و ترسان تهدیدهای رژیم گفت الان کسی نتوانسته مشکل خروج آمریکا از برجام را حل کند و این مسئله هنوز باقی مانده است لذا ما حق اجرای اقداماتی را داریم وی در این حال حرف قبلی رژیم که پیشنهادهای اروپا نیاز نظام را برآورده نمی کند عوض کرد و گفت طرح پیشنهادی اروپا عملی به نظر می رسد. ما به درخواست اعضای دیگر برجام اقدامات خود را به تعویق انداخته ایم تا مطمئن شویم منافع نظام تأمین شود. ما همواره به عهد خود پایبند بودیم و همکنون نیز هستیم. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس که حرفهای وزیر خارجه روحانی را منعکس کرده نوشت جواد ظریف پیش از آغاز جلسه وزرای خارجه کمیسیون برجام گفته بود انتظار می رود کشورهای اروپایی به جای وعده های مبهم و متکبرانه تعهدات قابل راستی آزمایی و قابل اجرا بدهند. وزیر خارجه فرانسه در آستانه اجلاس کمیسیون مشترک برجام گفت رژیم ایران باید به تهدیدهای خود برای نقض تعهداتش در برجام پایان دهد. رژیم ایران باید این تهدیدها را متوقف کند تا ما بتوانیم راه پیدا کنیم وی بعید دانست که بسته های پیشنهادی اقتصادی به رژیم ایران تا پیش از ماه نوامبر آماده شود روز پنجشنبه آخوند روحانی در گفتگوی تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر آلمان پیشنهاد سه کشور اروپایی انگلستان فرانسه و آلمان برای ادامه اجرای توافق هسته‌ای گفت بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی معیوز کننده است. آخوند روحانی در تماس تلفنی با امانوئل ماکرون گفت بسته پیشنهادی اروپا درباره ادامه روند همکاری ها در برجام در برگیرنده همه خواسته های ما نیست. انتظار ما از اروپا ارائه یک برنامه عملیاتی روشن و دارای زمانبندی است تا بتواند نقشی جبران کننده در قبال خروج آمریکا داشته باشد. آخون روحانی در تماس با آنگلا مرکل نیز گفت متاسفانه در بسته پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری ها وجود نداشت و یک سری تعهدات کلی در حد بیانی های سابق اتحادی اروپا عنوان شده بود رئیس جمهور رژیم همچنین گفت پس از خروج آمریکا از برجام مشکلاتی در زمینه اقتصادی روابط بانکی و نفتی ایجاد شده و شرکت‌های گذار در ایران برای ادامه فعالیتشان دچار تردید شدند.